روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. پول و تندرستی. امروز مریضی ها و بیماری ها نه تنها به بودجه و درآمد شخصی و خانوادگی، بلکه به درآمد کاردهندگان نیز ضرری بسیار می رسانند. مثلا موافق معلومات های سال 1994 در آمریکا، سه شرکت بزرگ استحصال موتر برای بیمه طبی کارمندان خود نظر به خریداری نمودن فولاد برای استحصال موتر بیشتر مبلغ صرف نمودند. در 15 سال اخیر باشد، خراجات ها در ساحه تندرستی تنها افزوده اند. آن چیزی که نهایت گران به دست می آید، اگر جراحت برداشتن استحصالات را یک طرف بگذاریم، آنگاه برای سلامتی کارگر پیش از همه طرز زندگی او خوفی بیشتر دارد. تحقیقات ها با اعتماد نشان دادند که پرخوری، غذاهای روغنی بسیار، طرز زندگی کم حرکت، مشروبات الکلی و تنباکو خوف انکشاف بیماری های قلب و رگ، سکته قلبی، دیابت، سیروز جگر، سرطان شوش، غدواد سینه و روده بزرگ را بسیار زیاد می‌گردانند. یک چند مثال از آن کارمندان تنباکو کش در آمریکا، فرقیت از اشخاصی که تنباکو نمی‌کشند به حساب میانه در یک سال 6 روز زیادتر در کار حاضر می‌شوند. اینچنین 8 روز ورقه بیماری می‌گیرند. تلفات شرکت باشد، بعضاً در یک سال از 1900 تا 2300 دلار را برای یک نفر تنباکو کش تشکیل می‌دهد. در گروه آدمان در سن و سال 30 تا 49 ساله، محصولناکی کار تخمیناً تا 25% اساساً از حساب استعمال مشروبات الکلی پایین می شود.
از روی حسابات کمیته دولتی آمار روسیه سبب اساسی مرگ در این کشور بیماری های سیستم گردش خون به حساب می روند. مقدار مرگ از این سبب در سال 2008 57% تشکیل داده بود. در 15 سال اخیر وضعیت مرگ از بیماری های رگ و دل دفعتن بد شد. از بیماری های سیستم گردش خون در سال 2008 هر سومین مرد قابل کار و هر یک چهارمین زن در سن و سالی از 16 تا 54 ساله به هلاکت رسیدند. آیا دیگر شوی طرز زندگی خراجات را برای یاری طبی کم کرده می تواند؟ بله، تحقیقات های در یک قطار کشورهای سپری شده نشان می دهد که این امکان پذیر است. مثلا چاره‌ساز برنامه عاید نگهداری تندرستی در یک شرکت و صرف نمودن $500,000 رساند. از روی حساب کارشناسان با برنامه های به این مانند، مقدار مبلغ صرف نموده را تا 2 مرتبه زیاد نمودن امکان پذیر است. در این دوره مقداری به کار حاضر نشدن کارگران تا 60% پایین گردید. کمپانی ایراکس میکی لاکخید گزارش می دهد که تطبیق برنامه صحت امکانیت فراهم آورد که در 5 سال اخیر $1,000,000 صرف کرده شده و وظیفهشان نامدن به 60% و از وظیفه رفتن کارگران خیلی کم گردد. کارمندان را به زندگی سالم، هوشمند و تشویق کردن اینجا یک چند مثال. یک شرکت آمریکایی به کارمندان خود برای هر کیلوگرم وزنشان را از دست دادن و در دوام 6 ماه بعدی برقرار نشدن آن $20 می‌دهد. اینچنین این شرکت هر کارمندی که از تنباکو دست می‌کشند $500 و نیز کارمندانی که مشق‌های جسمانی را منظم اجرا می‌کنند $500 می‌دهد. شرکت دیگری اروپایی برای طی نمودن 1.6 کیلومتر یا برای هر 1.64 کیلومتر که با بایسکل در میدان و تالارهای ورزشی آن حرکت می کنند 24 سنت می دهد. باز یک شرکت دیگر در آخر سال و آن کارمندان که از 4 روز کمتر به کار حاضر نشدند در آخر سال $3 می دهند. تجربه آمریکا و اروپا را در روسیه نیز استفاده بردند که مکافات دهی کارمندان آنها را به پیروی نمودن طرز زندگی سالم تشویق نمود. شیوه مخصوص کارچلان وزن اضافی داشته، خسته و از حساب سیگریت و نوشیدنی های الکلی نفوذ خود را نگاه داشته و دیگر موجود نیست. در دنیای امروزه همه درک می کنند که در حالت های رقابتی بسیار کاری دائمی با شدت تا نوشیدنی های الکلی هفتم طلب می شوند. در چنین وضعیت موفقیت تنها یاری آن شخصی است که همیشه سالم و صحتمند، سبکرو و چالاک، خوشفعل و خوشطبع باشد. اشخاصی کارچلان زیادتر طرف این کوشش می کنند، زیرا نه خود آنها و نه کارخانه آنها به طور دیگر نمی توانند. ماهیت کار معلوم است، سرمایه از همه قیمتترین کارخانه ها، کارمندان آن هیئتند و آنها سهم را که سلامتیشان را حفظ می کند، قدر می کنند. کارمندان صحتمند و سالم محصولات بیشتر و با صفت اعلاتر استحصال می کنند و نیز برای کارخانه خرجشان کمند. از این رو همه آن مصارفی که شرکت برای زندگی سالم کارمندانش خرج می کند چندین مرتبه زیادتر پرداخته خواهد شد. همه مصارف شرکت که در راهی به کارمندان خود تلقین نمودن طرز زندگی سالم تشویق شدند، فایده ایلاوگی آورده چندین مرتبه بر می گردند. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویله. فضای اویله. خانواده خوب، این بهترین مکتب هم برای جوانان و هم برای کلانسالان است. ساموئل سمایلز.
جمعیت از اویله های عبارت است و اون طوریست که زن و شوهر اون رو براه میمونند. اویله این قلب ملت است. آینده درخشان و یا شکست کشور به خصوصیت و چهره اخلاقی نسل های نو وابسته است. اگر به جوان مردان از طفلی خوش اخلاقی، اراده قوی، خودداری تلقین کرده شود، پس آنها به جامعه تأثیر سودبخش می رسانند. وگر بی تربیه و بی نظارت گذاشته شوند، در آن صورت خود اختیار و بی اراده می شوند که نتیجهش مثبت نخواهد بود. عادتها و طلباتی که امروز در جوانان تشکل می یابند، حالت جامعه را برای آینده انعکاس می نمایند. تأثیر تشکیل بدی اویله به همه سمت پهن شده و به تمام جامعه تأثیری بد می رساند. آن موجی بدی ها را برانگیخته اویله جامعه و حکومت را فاسد می کند. اهمیت ترتیبات از آغاز طفلی به انسان صد معتمد لازم است که او را از نیرنگ و خطاهای این جهان نگاه دارد. هر یک اویله را ضرور است که ترتیبات خود را داشته باشد. والدین باشد در مناسبت بین همدیگری برای بچگان نمونه زنده نشان دهند، همان گونه که آنها را دیدن می خواهند. می باید در بابت پاکی زبان گوییش متصل غمخواری کرد و مهربانی نشان داد. به طفلان و جوانان عادت خود احترامی در نزد خداوند صاحب ایمان بودن، در کردار با گفته ها صاحب قدم بودن را بیاموزید که اینها در راه حیات هدایتگر باشند و در مناسبت با محیط تطبیق گردند. بچگانی که راهنمایی ها را میپذیرند، برای برداشتن مسئولیت در کردارشان و نشان دادن نمونه نیک میتوانند متصل به یکدیگر کمک رسانند و عادلانه رفتار کنند. آنها نعمت های طبیعی خود را از نگاه جسمانی، عقلانی و اخلاقی درست بها داده با بهترین طرز استفاده کرده می توانند. مناسبات بین والدان تا اندازه معین فضای آیله را معین می کند. اگر بین پدر و مادر اختلاف وجود داشته باشد، بچگان تحت تأثیر آن می مانند. از این سبب بکوشید تا در خانه خود فضای به یکدیگر غمخواری و مهربانی را فراهم آورید. خانه می تواند ساده باشد، ولی جایی باشد که در آنجا دائم سخنان تحسین با گوش رسند، عملهای خیر انجام یابند، جایی باشد که متصل احترام و محبت حکم فرما باشد. از همه مهم محبت. کارهای خانه را از روی حکمت و محبت انجام دهید، نه با خیمچه آهنین. بچگان به رفتار محبت آمیز با آمادگی سر می فرارند. آنها را دائما هرگاه که امکان شود ستایش کنید. حیات آنها را هر قدر که می توانید سعادتمند گردانید. زمینه های قلبتان را با اظهار محبت و همبستگی نرم کنید و با این طریقه آن را برای کاریدن تخم حقیقت آماده نمایید. در خاطر نگه دارید که خداوند بزرگ عالمیان به زمین نه تنها ابر و باران، بلکه نورهای روشن و زیبای خورشید را هم می فرستد. از خاطر نبرارید که بچه ها نه تنها به اصلاح و مذمت، بلکه به ستایش و سخنان نیک نوازش نیز محتاجند. ما باید به آن جهد کنیم که خانه به تمام معنی مشعلی فروزان آیله باشد. آیله باید ذره از فضای آسمان در زمین باشد که ما توانیم به هراس احساس خود را ابراز کنیم، خاطر جمع باشیم که ابراز احساس ما را کسی دغلانه پایمال نمی کند. سعادت ما با آن وابسته است که تا کدام اندازه می توانیم محبت و همدردی خود را به یکدیگر اظهار کنیم. رشته های پیوند آیلوی این مستحکمترین، نازکترین و مقدسترین پیوندها در روی زمین می باشند. این پیوندها به آن مقصد هستند که برای انسانیت دعای خیر باشند و آنها در همه جایی که عقد نکاح با هدایت خیرت، با رضایت و خواست خداوند، با مسئولیت و حسن تفاهم طرفین زن و شوهر پیوند شده است، دعای خیر هستند.
آیله که اون را محبت، شفقت و مهربانی زینت می دهد، مکان است که در آنجا بودن را فرشتگان دوست می دارند و خداوند در چنین مکان جلال خواهد یافت. از راستکاری در نزد خداوند باید خانواده شهادت بدهد. والدان و فرزندان باید همکاری را با او بیاموزند. با آنها ضرور است که عادت و رغبت هایشان را با نقشه های خداوند موافق گردانند تا که به وحدانیت او با محبت خدمت کنند. با کسی که محبت انسانی را پاک و به آلایش می تواند نگاه بدارد. تأثیر آیله. آیله که از آن آدمان دوراندیش و تربیت یافته هستند به محیط اطراف تأثیر نیک می رساند. برای به امر خیر پیروی کردن و خود را از آلایش بدی ها نگاه داشتن کمک می رساند. فرشتگان خداوند به خانه‌ای که طبق فرموده های خداوند عمل می کنند بیشتر وارد می شوند. راه ما در روی زمین بسیار کوتاه هست. برای ما تنها یک راه تا این مرحله زندگانی این جهان مقرر شده است. از این رو باید هر چی از دستمون می آید انجام بدهیم. کاری که برایش وظیفه دار شده ایم ثروت و مقام خاصی اجتماعی و مهارت فوق‌العاده را طلب نمی کند. آن خیرخواهی، روحی از خودگذری و اراده متین را طلب می نماید. اگر ما دل و در خانواده هایمون را به طلبات حیات هدایت کرده خداوند بکشویم، در آن صورت به جوی تبدیل می یابیم که از آن قدرت حیات بخش جاری می شود. هیچ کس از ما در این جهان زیسته به آن تأثیر نرسانیده نمی تواند. هیچ عضو آیله نمی تواند خود را در خود احساس نکند. چهره او، سیمایش، شهادت از تأثیر نیک یا بد را می دهند. سخن، کردار، مناسبت آدم با شخصان دیگر باطن کس را افشا می کنند. اگر او خودبینانه زندگی کند، او را فضای خفه کننده احاطه می نماید. ولی اگر انسان سرشار از محبت باشد، او مهربان است، با دیگران نرم گفتار است، هر کار با فرح و مسئولیت انجام می دهد. از خود نوری سعادت پخش می نماید. بگذار انسانهای خوشبخت بیشتر باشند. ما اکثران اندرون خود خطا می کنیم. اکثران برای فرزندانمون و اطرافیانمون سخن روح بخش و تبسم نوازشکارانه را دریغ می داریم. از همه مهم، آیله باید اتفاق باشد. در آن صورت تأثیر ما به اطرافیانمون می رسد و دورتر از آنها هم پهن می شود. جهان نه تنها به خردمندان بزرگ بلکه به انسانهای خوبی هم نیاز دارد که برای خانواده هایشان ندای رحمت هستند. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش.
موضوع ملاقات من. هزار سال آرامی در کتاب وحی این واقعه سالهای 19-20 به عمل آمد. دختر جوانی به نام رازه از نیویورک با حضور حلاوت کامل عمر به سر می برد. چنین به نظر می رسد که کدام شب نشینی وجود نداشته بود که او در آن اشتراک نکرده باشد. اما ناگهان در سن 21 سالگیش رازه به بیماری خواب دچار شد. بعد از گذشت چند ماه رازه از خواب بیدار شد. دخترک حتی جنبیده نمی توانست. در یک حالتی قرار گرفته بود که فقط در جایش می خوابید. دختر محلی گفت که این فقط یک کرختی، یک نمود اختلال عصبی می باشد و بعد از یک هفته خوب می شود. لیکن ماها و سالها گذشت رازه در یک حالت بود و برای دکتران هم مبهم شده بود. و در اخیر جسم او کرخت گردیده و به تحقیق مخصوص گرفتار شد. او در بستر بیماری 48 سال خوابید، لیکن در سال 1960 و نه دکتر اولیه ویر داروی را که در نزدیکی آماده کرده بود را استفاده کرد. همه به حیرت مانده بود. رازه از خواب طولانی بیدار شد، در روزهای بعد روشنایی چشمانش بیشتر شد و او کمال غیرت را در خود حس کرد. طبیبان ما با مبهود گشته بودند. برای آنها این حادثه طوری بود که انسان دوباره زنده شده باشد. البته این زنده شوی در خود خصوصیت موقتی داشت. بعد از گذشت اندک زمان رازه فوت کرد. در کتاب مقدس طرز دیگری از خواب بیدار شدن تصویر یافته است. آنهایی که در آن ساعت از خواب بیدار می شوند دیگر به خواب نمی روند. شاید که این یک مژده امیدوار کننده کتاب مقدس باشد که به اعتقاد ما معنی مخصوص می بخشد. اگر این در کتاب مقدس باشد من به این باوری دارم. اگر این با کتاب مقدس مخالفت نماید این برای من نیست. این بیدارشوی در خود خصوصیت موقتی ندارد بلکه او برای تمام ابدیت است. عیسی این واقعه‌ای که از عقل بیرون است را چنین تصویر می نماید. یوحنا باب 5 آیه 28 و 29. و از این تعجب نکنید زیرا وقت فرا می رسد که همه آنهایی که در قبر می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای قیامت حیات و بدکاران برای قیامت داوری. در اینهای کتاب مقدس چند تا زندشوی تصویر یافته است. زندشوی برای حیات و زندشوی برای داوری. کتاب مقدس در خصوص وقت دقیق و واقعی چیزی نمی گوید. لیکن در آن آمده است که دو زندشوی به عمل می آید. زندشوی برای حیات و زندشوی برای داوری. زندشوی یکم این زندشوی برای حیات می باشد. وقتی که مسیح به زمین نزدیک می شود، آدمایی که در قبرهایشان خفتند از خواب بیدار می شوند. آنهایی که از مرگ بیدار شدند، آنها دیگر هرگز به خواب نمی روند. آنها از خواب بیدار می شوند تا که مسیح را روبرو ببیند. آنها از خواب بیدار می شود تا که همیشه جلال خداوند را مشاهده نماید. تسلونکیانی 1 باب 4 آیه 16. چون که خود خداوند با بانک دعوت با صدای فرشته مرکب و کرنه خدا از آسمان نزول خواهد کرد و آنهایی که در مسیح مرده اند اول زنده خواهد شد. اگر آدمی چشمانش را پوشیده در مسیح مرده باشد، برای او واقعی بعدی این برگشتن مسیح می باشد. از مرگ بیشتر از این که در خواب عمیق قرار داشته باشیم نباید ترسید. حیات مرحوم در خداوند محفوظ می باشد. عیسی قبر او را می داند. بعد در کتاب مقدس آمده است. تسلونکیانی 1 باب 4 آیه 17. بعد ما زنده ها که باقی مانده ایم با یک جایگی آنها بر ابرها برده خواهیم شد تا که خداوند را در هوا پیشواز گیریم و همین طور همیشه با خداوند خواهیم بود. این زنده شوی پرشکو به آنها رخ می دهند که برای با مسیح روبرو شدن آماده می شوند. آنها بر ابرها برده می شوند تا که خداوند را در هوا پیشواز گیرند و همین طور همیشه با خداوند خواهیم بود. در وقت آمدن عیسی مسیح فقط دو گروه آدمان باقی می ماند، نجات یافتگان و به هلاکت رسیدگان. و آنهایی که در زنده شوی یکم از خواب می خیزند و آنهایی که از درخشش جلال او هلاکت می رسند، مهم است درک آن که وقتی که مسیح بیاید به هیچ کس دیگر امکانیت دوم داده نمی شود. محض برای همین در کتاب مقدس آمده است. وحی باب 20 آیه 6. خوشبخت و قدوس است کسی که در زنده شوی یکم اشتراک دارند. با خود تصور کنید که این چگونه به عمل می آید.
دختری که در سن 4 یا 5 سالگیش فوت کرده بود از قبر خود که بر بالای آن سبز دمیده بود بیرون می شود. با خود تصویر نمایید که چگونه شادمانی تصویر ناپذیری مادر او را فرا می گیرد وقتی که او دختر خودش را دوباره به آغوش می کشد. پدران و مادران همراه فرزندان نجات یافته خود به آسمان برده می شود تا که در هوا با مسیح ملاقات کنند. آیا مرگ کدام اقاربتان را از شما را بوده است؟ زنده شوی تقواداران ایماندار خرسندی پیوست شوی آنها می گردد. و اینک در وقت آمدن مسیح دو گروه آدمان باقی می ماند. گروه یکم این زنده شدگان نیست برای حیات ابدی با مسیح. تقواداران زنده مانده دیگرگون می شود و در جسمهای فنا ناپذیر و بیماری ها و مرگ گرفتار نشده و آسمان برده می شوند. لیکن دوباره گروه آدمان باقی می ماند. در کتاب وحی آمده است که برای آنها این لحظه ها نخورسندی بلکه وقتی سراسر غم و اندوه می گردد. کتاب وحی گروه دوم انسان هایی را تصویر می نماید که آنها برگشتن خداوند را انتظار هستند. آنها هیچ گونه خورسندی را اثر نمی گذرانند. آنها با یک بی‌صبری زنده شدن اقارب خود را انتظار نمی‌شدند. به عکس العمل آنها وقتی که مسیح بر ابرها با جلال نزدیک می‌شود توجه نمایید. وحی باب 6 آیه 15 و 17 و پادشاهان زمین و ثروتداران، زورمندان و هر آن غلام و در مغاره‌های کوه پنهان شدند و به کوه‌ها و سنگ‌ها می‌گویند بر ما بیفتید و ما را از نشیننده تخت و از غضب بر رب پنهان کنید. زیرا که روزی بزرگ غضب او فرا رسیده است و کیست که بتواند استادگی کند؟ آدمان گروه یکم نگاه خود را به طرف بالا می کند و خطاب می نماید. خداوند ما به او امید بسته بودیم و او ما را نجات داد. آنها از آمدن مسیح خوشنود اند، لیکن دوباره گروه دوم آدمان وجود دارند. آنها با دلهای ترس فرا گرفته به آسمان دیده می دوزند. تنها گناه های خود را حس می کنند. گناه مجبور می کند که آدم پنهان شود. آنها جانب کوه ها خواب می کنند تا که بر آنها بیفتد. چطور شرمنده شده اند. چقدر بدبختی. مسیح مقصد داشت که آنها را نجات دهند. لیکن نتوانست. آنها از خداوند رو گردانیدند. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.